خب دوستان عزیز، برنامه کانون آوا، کانون آوا تقدیم می کند صدای منتقدین و جدا شدگان سازمان مجاهدین. خیلی خوشحالم که بار دیگه فرصتی شد قبل از اینکه سال 1397 به پایان برسه با خانم زهرا معینی باشیم، و همونجور که خدمتون گفتم قبلا هم چندین برنامه با خانم زهرا معینی داشتیم، ایشون خاطراتشون رو گفتن و فیلم های دیگه هم هست که میتونید اونها رو از کانون آوا، از بایگانی و یا حتی اگر اسم ایشون رو در گوگل تایپ کنید بنویسید، اونها رو میتونید ببینید در هر ساعتی از شبانه روز. و حسن کانون آوا اینه از سال 2011 که اینها شروع کردن این برنامه، شادم 2012، همیشه در رو باز گذاشتن برای دوستانی که اگر پرسشی دارن یا حتی اگر نظری دارن، حتی مخالفتی دارن، درست برعکس سازمان مجاهدین که تلویزیون مدار بسته داره، اینها گفتن که ما خسته شدیم از اون سیستم و میخوان مکالمه باشه، گفت و شنود باشه. سلام میکنم به خانم زهرا معینی و پیشاپیش سال 1398 رو به ایشون تبریک میگم. روز جهانی رو که 8 مارس بود به ایشون و دیگر بانوانی که فعالیت کردن تبریک میگم. ازشون ممنونم که با نبود امکانات، یعنی نمیشه اسمشو بذاریم کم بود، با نبود امکانات این برنامه ها رو درست کردن و برای من و شما ارسال کردن. ممنون از شما خانم معینی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان، بفرمایید. با سلام به شما آقای سروی و بینندگان و شنوندگان شما. این ویدیوی ما رو، شما رو که با دوستانتون ضبط کردین و فرستادین، وقتی پخش میکردیم خانمی به نام رایا صادقی سوال کرد، البته ایشون فکر میکرد که اون برنامه خانم همیرا محمدی نژاد برنامه به اصطلاح لایو بوده. ایشون سوال کرد که شما چند سال اونجا بودید، چگونه اعتراض میکردید عراق و آلبانی، و من گفتم که شما که بیاین از شما میپرسیم. الیمه در من قبلا هم با خانم همیرا محمدی نژاد صحبت کردم، ایشون خاطرات خودشون رو، تجربه خودشون رو از سازمان گفته بودن و یکی از افرادی بودن که خیلی جوان بودن به سازمان پیوستن، شما هم همینطور. و اگه شما لطف کنید، چون یه چیز عمومیه، چگونه مثلا خود شما، یادمه که در یه سوالی که از مریم رجوی کردید به اصطلاح حتی مورد غضب و تنبیه هم واقع شدید، بگید که اون داخل اوضاع چگونه است، چجوری شماها به اصطلاح اینقدر شجاعت و شهامت داشتید که حتی در اون شرایط خفقان و فرق مانند نظرات خودتون رو بیان کنید، تا دوستانی که نمیدونن، واقعا نمیتونن خودشون رو جای شما بذارن، با این شرایط بیشتر آشنا بشه. من قول میدم که در برنامه شما کمتر صحبت کنم مگر اینکه دوستان سوالی داشته باشن. بازم از شما ممنونم، بفرمایید، با شما هستیم. روز جهانی زن رو به همه زنان جهان تبریک میگم، مخصوصا به زنان اسیر در فرقه رجوی. زمانی که من این سوال دوستمون رو پاسخ میدم، ما برای رفتیم به خاطر جامعه بی طبقه توحیدی، یعنی ما رو فقط با یه شعار سمبولی که خیلی بزرگ گول زدن. من خودم مثلا تازه ازدواج کرده بودم که رفتم، ما اونجا حق این که بخوایم اظهار نظری بکنیم رو نداشتیم، یعنی باید چشم و گوشمون رو میبستیم. اگه مسعود میگفت بمیر، باید میگفتیم ما دیشب مردیم. اگه میگفت زنده، چون ما رو توی یه فضای بسته گذاشته بودن، جو عراق طوری بود که هیچ آگاهی نداشتیم، مخصوصا ما زنها رو به شیوه های مختلف گول می زدن. مثلا ماها که خیلی جوان بودیم، خب شادابتر بودیم،
همیشه به ما میگفتن اگر بخواییم برید بیرون چون غیر قانونی وارد عراق شدید، ما که شما رو نمیتونیم از عراق خارج کنیم، مجبوریم شماها رو بدیم به استخبارات عراق، یعنی به نوعی به امنیت عراق، و اونا هم که برای شما کاری نمی کنن، فقط شما باید هر شب با 15 تا جنرال و یعنی رده های پایین به اونا سرویس بدید. خب مسلما ما زنها از این که بخوایم مورد تجاوز دیگر یعنی عرب ها قرار بگیریم میگفتیم خیلی خوب همین جا که هستیم انگار بهتره. زمانی که من از خانم رجوی سوال کردم زمانی بود که من آورد، یعنی من جزء حفاظت ایشون بودم و من و خانم رجوی 450 نفر دیگه از عراق خارج شده بودیم سال 72-73. خب محیط اینجا رو دیدم که چیزی که توی عراق به ما گفته میشد اصلا اینجوری نیست، چون توی عراق طوری وانمود میکردن که انگار مجاهدین تو محور عالم قرار دارن و مجاهدین هستن که به زنها اهمیت میدن. وقتی که اومدم، یعنی خود من وقتی که وارد اینجا شدم توی اروپا، دیدم که اینا فقط دروغه و ما رو به دروغ نگرداشته بودن. برای همین من توی پاریس در رابطه با حجاب و پوشش از خانم رجوی سوال کردم و اون اتفاقهای بعدی و دستگیری من توی خاک سوئد و اینا پیش اومد. سوال دیگه ای نیست؟ نه خیلی ممنون. من هر وقت شما اینو میگید به اصطلاح به عمق این فاجعه خفقان در سازمان پی میبرم و آدم وحشت میکنه. و جالبه که خودشون برای افرادی که اعتراض میکردن با دسیسه های برنامه های رو پیش میآوردن که اینا مشکلات به اصطلاح اقامت، دستگیری و اینها پیدا کنن و به یک نوعی تنبیه میشدن، اونم تنبیه غیر مستقیم. میبینیم که خانم رجوی وقتی که در مراسمی شرکت میکنه صحبت از مساوات، برابری زنها و مردها در ایران آینده میکنه و متاسفانه ما نمیبینیم که خب هر کسی میگن که مشت نمونه خرگاره، یعنی باید ببینیم امروز چه مساوی و تساوی حقوقی هست در سازمان، بگیم به به فردا ایران هم اینجوری میشه. از این بعد ما میبینیم که خانم‌ها دارن بیگاری میکنن، ببخشید، مثل حیوان بستنشون به این گاری‌ها، گاری میکشن پشت سر خودشون، خاک و گل برمیدارن و لباس‌ها، لباسایی که والا سربازای چینی هم لباساشون بهتر از اینه، قیافه‌ها که دیگه نگو و نپرس، معروفه که میگن زنها اونجا ریش و سیبیل دارن و خیلی به اصطلاح همه قیافه ها غمگین هست. شما یه مقداری برای ما از مساواتی که اینها اونجا به اصطلاح بوده و هست صحبت کنید تا دوستان بدونن که در آینده اگر مجاهدین به ایران برن چه چیزی منتظرش باشه. زمانی که ما توی عراق بودیم مسعود رجوی نشست هایی که میذاشت میگفتش که ما ضد آخوندها کار میکنیم، یعنی اگه آخوندها میگن زنا درجه دو هن، ما به زنها پروبال میدیم. مثلا توی ارتش فقط ما این که زن هست و داره همراه با مردها کار میکنه، یعنی میگفتش که اگه رژیم جمهوری اسلامی ضد بشره، ما اینجوری حقوق بشر رو داریم، یعنی در یک چارچوب که توی عراق بود و الان همون چارچوب در آلبانیه همونه، یعنی میگه که ببین ما این ماییم که به شما زنها این قدرت رو دادیم، در صورتی که خب صدر اعظم آلمان یک زنه،
تو کل جهان، تو کل جهان توی ارتش زن و مرد هست، به غیر از ایران یا چند جای دیگه یا عربستان، بقیه جاها زنها با مردها توی نبردهای مختلف هستن. اینه که همیشه می آمد می گفت خب اگه جمهوری اسلامی با زنها اینجوریه، ما با زنهامون اینجوریه. من بارها خودم از خانم رجوی خواستم که بیاد با هم مناظره کنه به عنوان دوتا زن، اون منو میشناسه منم اونو میشناسم، بیاد یه مناظره بکنه، بیاد منو قانع کنه، ولی متاسفانه هیچ وقت جواب نداد. ببینید خب من مگه سوالم چیه؟ توی ایران خانم ها میتونن با اون چیزی که میخوان، ببینید درسته حجاب اجباریه، درسته که پوشششون اجباریه، ولی مدرن تر از این زنای هزار تا زنی که الان توی آلبانی هن. از یعنی واقعا اگه با اینا صحبت کنی فکر میکنه آدم اینا از این پروسه زمانی اینا خیلی عقب موندن، از تو غار اومدن بیرون. بابا زنا توی ایران سال پیش خب اومدن روسری‌هاشون رو برداشتن، تبدیل شدن به دختران خیابان انقلاب. خانم رجوی دهنش رو وا نکرد یه پیام به اونا بده، چون ضد زنه، چون خودش ضد زنه، ضد مرده. دستگاش چیده شده روی خفقان، دستگاش چیده شده روی سرکوب. چرا نیمد؟ همه دنیا اومدن گفتن دختران خیابان انقلاب. اول یک نفر بود، بعد به سراسر کشور رفت این، حالا 10 نفر 15 نفر. اون خانوم ها کتک خوردن، زندان رفتن، ولی الان میبینیم تو شبکه‌های مختلف نیا این دور تلفن با تلفن‌هاشون فیلم میگیرن و میفرستن، بی حجاب میرن تو خیابون، اون نوع آرایش رو که میخوان انجام میدن. اما در فرقه رجوی یک تار مو اگر بیرون میبود میشد امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بلایی نبود که سران سازمان به سر ما نیارن. بارها و بارها خود من اونجا موی من که می اومد بیرون به من گفتن که مسئله جنسی داری، اشعه داری، به کدوم یک از این برادران نظر داری. ببینید یعنی حرفایی رو می زدن که واقعا مرغ پخته به خنده در می اومد. خب حالا توی کاری رو سریت رفته عقب، من چه نظری به کی دارم؟ اینا همیشه همینطور بودن، بیشتر از همه به زنها، بیشتر از همه به مردها. زن رو به اسارت بردن، همونطور مردها رو به اسارت بردن. ببینید مگه میشه؟ مثلا خانم رجوی میاد میگه که توی برنامه این 10 ماده‌ای که همیشه داره سنگش رو به سینه میزنه، میگه که تعدد زوجات ممنوع. خانم تو که داری میگی تعدد زوجات ممنوع، توی من دفاع نمی کنم از رژیم ایران، نه، توی ایران میگن خب 4 تا زن نمیدونم فلان، اما بابا 4 تا گفته. تو که 120 تا از زنها رو مجبورشون کردی رحماشون رو در بیارن و همبستر کردی با شوهر خودت، آخه این یه چیزی بگو که بیارزه، یه چیزی بگو که کسی نخنده بهه. ببینید مثلا میگن حقوق بشر، خب این 2500 نفر الان توی آلبانی هستن، با این 2500 تا چیکار کردی؟ قبلا 3000 تا بودن. ببینید الان اومدن با کمیساری ها زد و بند کردن این وسط، خب یه سری جدا شدن، یه سری اومدن صحبت کردن، خب حقوق اونا رو قطع کردن. بابا اینا همون افرادی بودن که تا دیروز با تو بودن، تو بدبختی هایی که تو براشون درست کردی اومدن برای تو جنگیدن، عشقشون و جونشون و همه چیشون رو دادن، ولی الان اومدن بیرون.
تو چرا، تو که میگی حقوق بشر، تو چرا میای حقوق اینها رو، حقوق حالا اون مقداری که براشون به لحاظ کمیساریا در نظر گرفته رو قطع میکنی؟ چرا اینقدر سنگ اندازی میکنی برای اونا که چی نیان بر علیه تو حرف بزنن؟ چون چشماشون باز شده، فهمیدن که بابا چه کلاه گشادی گذاشتی سرشون، این همه جون عمرشون رو گرفتی ولی هیچی ندادی، هیچی ندادی. اینه که واقعا یعنی آدم، یعنی آدم وقتی که میره از کلماتی که مریم رجبی به کار میبره، برابری زن و مرد، حقوق بشر، واقعا خیلی مشمئز کننده است این حرفا. تو خودش یک کلمه به این صحبتهایی که میکنه نه ایمان داره نه اعتقاد داره. این فقط قسم خورده، قبلا هم گفتم قسم خورده که به هر شیوهی که شده بره ایران، مهم نیست 80 میلیون ایرانی کشته بشن، این رو میخواد، 100% هم میخواد 80 میلیون کشته بشن که این خانم با سلام و صلوات پاشه از فرانسه بره ایران که برای یه سری آدم بخواد حکومت کنه. قبلا که مردم رفته بودن سال 76 که به آقای خاتمی رأی داده بودن، تو نشستشون میگفتن که تمام این دانشجوها رو باید بذاریم سینه دیوار، چرا رفتن به خاتمی رأی دادن، چرا به ما رأی ندادن؟ خب نمیشه، نمیخوان. بابا نسل جوانه، نسلیه که آگاهه. مردم ایران الان مگه تحصن نمی کنن؟ مگه دنبال مالشون نمیرن؟ مگه این همه داریم میبینیم، ولی چرا نمیان بگن مریم رجبی؟ چرا نمیان؟ فقط مریم رجبی میاد الان همیشه میگه که مثلا ستادش داخلی ما از یگانهای شورشی. اون یگانهای شورشی کیا هستن؟ غیر از همین که همین 1000 نفر رو ور میداری، چند به اونایی که خیلی مطمئنی نور چشمی هستن ور میداری میبری یه جا، یا به چند نفر پول میدی میگه که آقا از پشت مثلا این عکس ما رو بگیر، از ما از پشت ازت عکس میگیریم. یعنی ببینید اینا تو بیابونا، تو هر بیابونی این کار رو میتونه بکنه. در اگر غیر از این بود که مردم ایران خواهان شما بودن، تا الان 1000 بار دولت ایران سرنگون شده بود، 1000 بار شما تونستید بهترین امکانات رو واسه مردم ایران بسازید، نبودید. شما درست یعنی فرقه رجوی و آخوندها درست دروی یه سکن، یعنی چیزی که خب پرونده جمهوری اسلامی برای دنیا بازه، برای دنیا بازه. میدونن نقض حقوق بشره، میدونن اینه، همه اینا رو میدونن. ما اومدیم از فرقه رجوی گفتیم، اونم اومد توی دنیای آزاد تمام ماهایی که صحبت کردیم رو به مرگ محکوم کرد. خب خانم تو با جمهوری اسلامی چه فرقی داری؟ تو صدای منی که اینجا تو اروپا هستم رو میخوای خفه کنی؟ بعد خب رژیمم توی ایران داره اون صدا رو خفه میکنه، تو با اونا چه فرقی داری؟ چیه که من دارم روشنگری میکنم برای اینکه اگر خواستن مردم ایران رژیم رو عوض کنن، حواسشون باشه که اینا نباشن، چون اینها هم همونه و مردم هم به خوبی نشون دادن که خواهان اینا نیستن. بله، حتی اسم رضا شاه رو که از دنیا رفته آوردن، ولی اسمی از مریم رجوی، مسعود رجوی نبود. خانم معینی، آقای کرمی لطف کردن هم به من هم به شما سلام میکنم، من از ایشون ممنونم. و خیلی جالب ایشون نوشته که این شیوه کثیف سران فرقه بود که به خصوص در رابطه با زنان استفاده میکرد. جنایتی که بر زنان درون فرقه مجاهدین میگذرد، زن ستیزان ترین قانونها برای آنها. 12 مورد از این قوانین ضد زن توسط مسعود رجبی و مریم قجر گذاشته
و اعمال میشد که به شرح زیر هستند. ایشون اینها رو توی فیسبوک هم قرار دادن، دوستان میتونید مطالعه کنید. خیلی ممنون. آقای فرهاد زمانیان از ایران به شما سلام میکنن، خیلی ممنون از ایشون که برنامه ها رو به اصطلاح دنبال میکنن. خانم رایا سوال کردن که شما آیا اعتراض بین المللی می کردید؟ خود من هم سوالم اینه که در انتخابات خاتمی که اینها ناراحت شده بودن و می گفتن دانشجوها رو باید ببندیم به گلوله که چرا ما را انتخاب نکردن، منظورشون چی بود؟ چون انتخابات بین خاتمی و مجاهدین که نبوده، منتظر این بودن که مردم به اینها بپیوندن یا روی ورقای رأی‌گیری اسم اینا رو بنویسن، که خب اگه همچین چیزی هم مردم انجام داده بودن هیچ وقت آخوندان نمیمدن اعلام کنن که بگن مثلا رو 1000 تا کارت افراد نوشتن مجاهدین یا اسم افراد دیگر رو نوشتن. منظورشون چی بود که چرا دانشجویان به خاتمی رأی دادن ولی با ما نبودن؟ آیا منظورشون بود که چرا به ما نپیوستن؟ ضمناً این دوستونم سوال کرده که آیا اعتراض بین المللی کردید؟ نمیدونم منظورشون اون موقعی که در سازمان بودید یا الان که آمدید بیرون، چون الان که آمدید بیرون من شاهد هستم که شما هر جایی که بتونین با همین امکانات بسیار بسیار کم فعالیت کردین و من به شماها خسته نباشید و آفرین میگم. بفرمایید. ببینید، اینا منظورشون این بود که این انتخابات رو تحریم کنن، یعنی هیچ که پای صندوق های رأی نره و اینکه بیان بیرون و بگن که ما مریم مهر تابان و مسعود رجوی و اینا رو صدا کنن. خب نسل جدید که مثل نسل قبل ما توش قرار داشتیم که نبود، اینا خودشون رفتن انتخاب کردن و تا الان هم ادامه داره. ببینید، درست همه ناراحتن از اینکه این تحریم ها شده، الان همه ناراحتن از این گرونی هایی که به وجود اومده، اما باز این خود مردم هم دارن تعیین میکنن که چجوری زندگی کنن فعلا در حال حاضر. اما اینا میگن که نه ما، یعنی ببینید به نوعی داره به میگه، وقتی که میگه که ما این دانشجوها رو میذاریم سینه دیوار، خب اون موقع که ارتش آزادی بخش بود مسعود میگفت ایران فقط یه ارتش داره، اونم ارتش آزادی بخشه. من عموی من سرهنگ نیروی هوایی بود، به من میگفت اگه اون اومد جلوی تو باید اونو بزنی. گفتم عمو، گفت باید بزنی، یا باید بیاد پیش ما بیاد این من، یا اونوره با رژیم باید بزنی. خب اینا همینه، میگه دانشجوها باید بیان پیش ما که کسی به اونا رأی نده. خب این که نمیشه، مگه شدنیه؟ والا توی آلمان وقتی که موقع انتخابات میشه کاغذهای انتخابات میاد در خونه، حالا نمیگن که باید بیای بری رأی بدی، میخوای میری رأی میدی، نمیخوای نمیری، هیچ وقت هم چیز نمی کنن. اما اینا فقط همین دیکتاتوریشون رو به این شکل برای نمی اومدن مستقیم بگن دیکتاتوری، ولی میخواد نطق هر کی که اونجاست رو بگیره. خانومی که پرسیدن، ببینید ما اونجا هیچ امکانی نداشتیم که بخوایم صدامون رو به کسی برسونیم. اگر خبرنگاری می اومد، افراد مشخصی میتونستن با اینا صحبت کنن. ببین، افرادی میرفتن که نور چشمی بودن. همین الان این همه خبرنگار میخوان برن داخل پایگاه اشرف 3 توی تیرانا، اجازه نمیدن، چون خبرنگارای این طرف هم پیششون باز شده، مثل الجزیره سابق نیست که بیاد مثلا بگی که حالا خب حالا مثلا اینجا رو زمین فوتبال درست کردیم یا اتاق ورزش درست کردیم، خب میدیم اینجا رو نشون میدیم، از اماکنی که درست کردیم نشون میدیم، یا میگیم که خانوما واسم به خط قشنگ ژست بگیرن با سلاح بخوان ازشون عکس بگیرن و تو روزنامه هاشون چاپ کنن. الان دنیا عوض شده، مدرن تر شده. اون موقع تازه
خبرنگاری که می آوردن میخواستن اگه میخواست باهات صحبت کنه تو صحبتیتو میکردی، ولی مترجم شاید چیز دیگه رو برای اون توضیح میداد. این بود که ما هیچ امکانی نداشتیم که بخوایم از درون اون سیطره که داشتیم بریم بیرون. اینه که همه جوره ما رو بسته بودن، همه جوره چیز کرده بودن که ما با هیچ کس هیچ کنتاکت نداشته باشیم. ما حتی با خانواده هامون، حتی منی که شوهرم اونجا بود نمیتونستم باهاش راحت صحبت کنم، یه چی برسه که بخوام بگم من راضیم بمونم یا من ناراضیم بمونم. برای مثال خانومی بود به اسم رویا، توی برای نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان پاشد و به مسعود رجوی تو نشست گفتش که برادر مسعود، توی ایران هیچکی منتظر شما نیست. شما که میگید مرزهای ایران، هیچ کس هم مجاهدین رو نمیشناسه. برگشت گفت اسم چیه؟ گفت رویا. حالا کردم بود بند خدا. بعد گفتش که کی اومدی؟ گفت من 6 ماه پیش اومدم. برگشت گفت اطلاعات سوخته است، چون 4 ماه پیش ما این خبر رو دریافت کردیم. خب اون خانم برای همیشه سربنیز شد. چجوری نمیدونیم، هیچکی نمیدونه چی شد. اون علی زرکش مسئول اول سازمان بود، مخالف 100% فروغ جاویدان بود. اون هم تو راه برگشت یک نفر مأمور شده بود که بزنتش. اونو اونجوری تو برگشت، یعنی تو فروغ جاویدان که شکست خورده شد داشتن برمیگشتن عراق، یه نفر اونو زد. به همین راحتی افراد پاک میشن، به همین راحتی هم کشته میشن به دست خودشون، هم بعد میشن قاب عکس. خانم رجایی میده یه شاخه گل میذاره براشون، یه کبوتر به اسمشون پر میده. این شد آزادی در مجاهدی، این شد آزادی برای فردای ایران. اینه که ببینید مثلا تمام ما خانوم ها رو به اجبارمون میکردن که باید طلاق بگیریم. کسایی که بچه داشتن، دوست نداشتن، بچه هاشون چی شد؟ ازشون جدا شد، اومدن رقص رهایی رو انجام دادن. اومد مریم رجوی نمیدونم اون زنها رو برد برای اینکه با مسعود همبستر بشه. کجای دنیا، توی این قرن، توی این 40 ساله شنیدید که یک فرقه بخواد این کار کنه؟ فقط داعش این کار کرد که زنها رو برد و تو بازار برده فروش ها، یعنی بازار برده فروش ها درسته که زنها رو میفروختن. یعنی این بلایی بود که فرقه رجوی انجام میداد، داعش هم همین کار رو کرد. البته آقای رزاقی، بله آقای رزاقی بارها میگن که کاری رو که داعش الان داره انجام میده مجاهدین سالها پیش انجام داده. بله، درباره این زنها هم اتفاقا همون 12 قسمتی که آقای کرمی نوشته بود، قسمت 12مش اینه که خانم مریم قجر ازدانلو اگر چند همسری ممنوع است، پس شما با کدام منطق و دلیل بعضی زنان مجاهد را همراهی میکردید به اتاق خواب شوهرتان؟ این حرمسرایی که هیچ کدام از شاهان ایران به این حد گسترده نداشتند، به دلیل شوهر شما درست کرده بود. شخص شما گرداننده و سوق دهنده آن زنان به سمت شوهرتان بودید، که اینجا هم بانوانی که این برنامه به اصطلاح براشون اجرا شده بود، خانم بتول سلطانی و دیگران آمدند و تعریف کردند و برای اولین بار اون ماجرایی رو که سازمان پنهان کرده بود که به اینها گردنبندهای طلایی داده بود و این طلاها معلوم شد انگشترهایی که از همه افرادی که زن شوهرهایی که طلاق گرفته بودن جمع شده بود، اینها رو
آب کرده بودن به جواهر فروشی هرچی داده بودن که براشون یه سری مدال های با عکس رجوی بفرسته. و من اصلا باور نمی کردم که در قرن بیستم یک کسی، حالا چون گذشته اون زمان، شادم قرن 21 هم بوده مقداری از سالهاش، که بیاد یک زنی که ادعا میکنه همسر یه نفر هست، این بانوان رو ببره و بهشون حوله بده و بهشون بگه که موهای زائد بدن رو تمیز کنید و اینجوری کنید و خودتون رو خوشبو کنید و اینها، و واقعا حرمسرا و این رقص آزادی رو که شما میگید یا رقص رهایی، اینو یه مقداری بیشتر توضیح بدید برای بینندگان، چون ما اون موقع روی فیسبوک برنامه هم به صورت زنده پخش نمیشد، ولی الان یه سری بیننده جدید داریم از طریق فیسبوک. برای اینا توضیح بدین که اون رقص رهایی یا آزادی، من نمیدونم چگونه آقای رجوی انتظار داشته که با لخت کردن این زنهایی که شوهراشون طلاقشون دادن، ایشون میخواسته ایران رو آزاد کنه. بفرمایید. قبل از همه اینا ببینید، باید برگردیم به پایان جنگ ایران و عراق. یعنی اساسنامه 598 که دولت ایران پذیرفت، اینا خب از فرانسه که مسعود رجوی رفت به عراق، گفت که ما میریم در مرزهای ایران مستقر میشیم که بریم ایران، سریع بریم ایران. وقتی قطعنامه امضا میشه، مسعود رجوی تو بنبست قرار میگیره. خب الان 5000 نفر نیرو داره، 6000 نفر نیرو داره، به اینا چی بگه؟ بگه شکست خوردیم، بگه که تا الان ما تلاش کردیم که هیچ صلحی نشه که ما بتونیم مثلا شماها رو نگه داریم، یا به بهای اینکه به بهانه اینکه میخوایم ایران رو آزاد کنیم شماها اینجا باشید. که میاد وقتی توی این بنبست قرار میگیره، میگه که خیلی خوب، عملیات فروغ جاویدان، یعنی یه قطار آدم رو بفرسته تو خاک ایران که بخواد از مرز مهران برن تهران. یعنی خب خیلی سوالشون بود که نمیشه، از جمله خود من میگفتم بابا دولت، یعنی این ارتش ایران 8 سال با عراق جنگید، نذاش یک وجب خاک ایران کم بشه از ایران. چجوری ما میتونیم بریم جلوی 1 میلیون نیروی ارتش و سپاه واسیم؟ میگفتن نه میشه، تو نباید اینجوری فکر کنیم. اونم یه ارتش با تجربه که 8 سال تجربه جنگ داشته. ولی بذارید یه نکته رو اینجا بگیم دوستان، اگه به زمان این توافقنامه و اون آتش بس تاریخش دقت کنید، نشون میده صدام و دیگر کشورهایی که با اون همکاری میکردن احترام گذاشتن به اون آتش بس. البته صدام یه جوری کلک زد به ایران، از مجاهدین استفاده کرد برای حمله، ولی مجاهدین پیرو هیچ قانون بین المللی نبوده، نیستند و نخواهند بود. بفرمایید. عملیات فروغ رو برگشت گفتش که، یعنی ببینید چقدر ماها رو خیلی کلمه بدی باید الان اینو به کار میبرم، خیلی عذر میخوام، ماهایی که خالصانه صادقانه رفته بودیم، ماها رو بلا نسبت همه احمق فرض کرده بود که ما در 24 ساعت آینده به تهران خواهیم رسید. هیچکی نمیدونست. خب ماها رفتیم انگار که داریم همه ماشینا، نمیدونم زرهیا، قطار میرفتیم، رفتیم توی تنگه چهارسفر، که اونجا نشد جلوتر بریم، ما نتونستیم به کرمانشاه برسیم. مسعود گفته بود که توی عراق هیچ بیمارستانی رو نمیگیریم، هیچ کس نباید مجروح بشه، اگرم مجروح شد باید تو بیمارستانه سر راه که تو شهرها هستن ببرید. این وقتی که اینجوری گفت، خب هیچکی منتظر نبود که برگرده عراق. بعدها که خودم رفتم توی مقر رهبری،
نیومده بود با پاس خودم، یعنی پاسی که عکس خودم باشه برم بیرون. من فرستادم توی سپید. خب پلیس پاس کنترل و من پاس رو کنترل کردم، یه سوالی کرد چون زنی به حد درگرفتم، یه چند کلمه انگلیسی که بلد بودم بهشون گفتم. بعد منو گذاشت برم چند متر